من سالار عظیمی هستم، 31 ساله، متولد شهر باصفای خوی در استان آذربایجان غربی، الان در کشور هلند. چند تا بیزنس هایی داریم که از مغازه کامپیوتر و مغازه تلفن و شرکت های اینترنتی و رستوران و اینا گرفته. ما الان 18 ساله در هلند زندگی میکنیم. از سن 13 سالگی اومدیم هلند. به خاطر همون منظورم یکم فارسی ما ضعیفه، چون من که هلندم بزرگ شدیم، بعضی وقتا کم میاریم از قسمت زبون فارسی. زبون مادری ما که آذری هستش، اون در جای خود، در حد هلندی هستش. آقای عظیمی، چی شد که ثروتمند شدین؟ خواستم بدونم که رمز موفقیتتون توی چیه و چه کاری انجام دادین که به این ثروت رسیدین؟ والا این یه پروسسیه که در عرض یک شب یا یک هفته یا یک سال نمیشه. این یعنی یک سلسله مراتبی رو طی میکنه که چند تا فاکتورهای مهم توش چیز ایجاد میکنن. مثلا یکی از این که شانس باید زیاد داشته باشی. دوم، تصمیمایی که میگیری، تصمیمات باید خیلی سنجیده و روش زیاد فکر کرده باشی، تصمیمای خوبی بگیری، چه در قسمت شخصی چه در قسمت مالی، و باید جنب و جوش و زحمت و تلاش بیشتری بکشی که به یک مقطعی برسی. یعنی شما در حد عادی کار کنین، هیچ وقت ثروتمند نخواهی شد. یعنی باید یه فرضاً اگه یکی روزی 8 ساعت کار میکنه، شما 16 ساعت کار کنین، اتوماتیکوار قدرت حرکتتون چه در قسمت مالی چه در قسمت سرمایه گذاری دوبله میشه. و ما هم نه اینکه اتحاد خانواده رو حفظ کردیم، و من و برادرم همیشه ما به قول معروف جمال مال هستیم. یعنی تا حالا هیچ وقت هیچ سنتی رو تقسیم نکردیم بین خودمون. از صفر شروع کردیم، با هم کار کردیم از روز اول، و الان که 9 سال در قسمت بازرگانی کار میکنیم و در قسمت بیزنسی کار میکنیم، هیچ وقت پولامون رو تقسیم نکردیم. در نتیجه قدرت مالی ما دوبل قدرت مالی کسای دیگه است، چون که سرعت درآمد همونه، پولو تقسیم کنی نصفه میشه. یعنی این به این مقطع میتونی برسی. ما در عرض 9 سال رسیدیم 2 نفره، آدم عادی 18 سال انجام باید بده این کارو. من که دانشگاهو در هلند تموم کردم، برای پایان نامه دانشگاه گفتن شما یا دوره‌ای ببینین یا یه بیزنس پلنی بنویسین، یعنی یه برنامه بنویسین واسه یه کار تجاری. ما اومدیم چک کردیم که مثلا کنترل کردیم تو اسلایس به چه چیزی نیاز داریم، به چه چیزی محتاجیم که مثلا اسلایس نداره. این برنامه‌ای که ما نوشتیم این بود که از چه بگی هر چی هستش تو شهری که هستیم، چه نونوایی، چه نمیدونم قصابی، چه هر چی بگی. این مغازه موبایل اینجا نبود. ما مغازه موبایل رو شروع کردیم. بعد مغازه موبایل یه مغازه لباس گرفتیم، بوتیک بانوان به قول معروف. بعد مغازه لباس، این مغازه‌ای که الان تشریف دارین گرفتیم مغازه ترندی کامپیوترز. بعد اونم چند تا شرکت های اینترنتی باز کردیم. این شرکت ها، نه اینکه ما اکثر اوقات زیاد هم کار میکنیم و کار خیلی جدی میگیریم، حتی اکثر اوقات این چند ماه آخر روزی 18 ساعت 19 ساعت کار
و کار فشرده و کار جدی میگیریم، این راز موفقیت ماست. البته شانس که باید همیشه داشته باشی، ولی همه چی برمیگرده به دیسیپلین و سعی و تلاشی که میکنی در مقطع کاری، در مقطع اجتماعی، در مقطع زندگی. من ایران که رفتم، خانومم هلندی هستش، پدر و مادر ایشون هم برده بودیم ایران و یک هواپیمای دربست گرفتیم به طرف کیش، تهران کیش، هتل ارم و با خانواده هتل 5 ستاره ارم در کیش اونجا بودیم و خیلی خوش گذشت و خاطره خوبی که بود، من در بالای خلیج فارس از خانومم خواستگاری کردم. این 75 نفری که دعوت بودن از طرف خانواده ما، هیچ کدوم اصلا تو جریان نبودن، یعنی خیلی سورپرایز شدن که یه همچین اتفاقی افتاد و خیلی پسندیدن و خیلی خوش گذشت و بلال خصوص پدر و مادر خانومم هم که انتظارم نداشتن خیلی خوش گذشت که در آسمان آبی بالای خلیج فارس یه همچین اتفاقی بیفته. هر جا که از ما میپرسن آقا مثلا ملیتتون کجاست، اصلیتتون کجاست، ما همیشه که البته میگیم ایرانی هستیم اینا و خیلی هم افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون. در هلند این تعداد نفراتی که هستن خیلی مستقلن، ایرانی ها اکثرشون هم موفقن و این هلندی ها خودشون هم مثلا ایرانی ها رو از قشر موفق خارجی در کشور خودشون میدونن و اصلیت ما هم که آذری از شهر خوی هستیم در ایران، در استان آذربایجان غربی، که افتخار به خصوصی هم به خویی ها داریم که اصلیت ما از خویه. چه مثلا اگه بری تو خط مذهب آیت الله خویی هستش، بری تو خط سینما آقای وثوقی هستش، بری تو خط بیزنس آقای آقازاده هستش، وزیر نفت سابق، بری تو خط اسپورت آقای فتح‌الله زاده هستش. اینا نسبتا به خویی بودن ما افتخار به خصوصی داریم. اسم ما ساسان عظیمیه، ما از خوی ایران میاییم، اینجا سلایز هلنده و ما مغازه کامپیوتر، الکتریکی، تلویزیون فروشی، تلفن، موبایل،
تبلت همه چی میفروشی. این مغازه ما الان دقیقاً 7 سال و نیم مغازه داریم تو شهر سلایس خودمون و از خوی ما 18 سال پیش اومده بودیم به هلند و اول اینجا دانشجو بودیم، دانشجوی حسابداری خوندیم و یه دفعه این راه ما افتاد که به سمت الکترونیک و کارهای تکنیک و فروش تبلت و کامپیوتر و تلویزیون اینا. Veel allochtonen hebben moeite om mee te doen met onze maatschappij, maar zo niet de Iraanse kansjongeren Salar en Sanan, want deze jongens zijn bijzonder prettig geïntegreerd. We staan nu bij zijn kasteel en we gaan verhaal halen om te kijken hoe hij succesvol is geworden en we gaan hem tips vragen om ook succesvol te worden. Integreren kun je wel degelijk leren. Neem de Iraanse familie Azimi. 17 jaar geleden kwamen zij als vluchtelingen naar Nederland. En na jaren van keihard buffelen mogen zij zich nu kasteelheer noemen. Twee broers kochten het landgoed en hun ouders hebben inmiddels ook een verdieping betrokken. Ja, handjesophouders opgelet, want zo kan het dus ook. Salam. خبرنگار کانال 3 هلند تقریبا پارسال بود اینجا بود و اینا. ایشون یه برنامه است در تلویزیون هلند اولوای ساعت 10:30 شب پخش میشه. یه کانال مثلا این برنامه زیاد از طرفدار داره از گروه دست راست هلند. این برنامه‌ای که هستش زیاد سعی میکنه مثلا خارجی ها رو در یک مکانی قرار بده در فیلم یا برنامه‌ای که میذاره که نسبتاً منفی باشه. گفتیم خب اب نره، شما شروع کن، هر سوالی داریم ما خدمت هستیم. این ور اون ور فلان بیسار گفت آقا این دیگه چیه؟ گفتیم این هدیه ور رو ببر از قصر، یه هدیه خاطره ببر از قصر واسه خودت. بعد آقا این هر سعی کرد که ما رو عصبانی کنه یا مثلا یه چیز منفی بهش بگیم که راپورتاژ منفی از ما بسازه. سعی تلاشش رو کردن ولی موفق نشدن. بعد این رپورتاژ گفتم از کردن خدمت شما یه رستورانی هم داریم و اینا. گفتیم آقا بشین بریم رستوران ما یه شامی هم بزنیم و اینا که راهتون دوره اینا، دیگه با هم یه شامی بزنیم بد نیست. ایشون که میرفتن اسلایس گفتم من دیگه نمیتونم بیام اسلایس و اینا، شهری که رستوران شما هست. گفتم چرا؟ گفتم با ماشین میریم اینا پیاده شیم. گفتم والا من نمیتونم پیاده شم. گفتم چرا؟ گفت اینجا هم پیاده بشم یا به من سنگ میندازن یا چند بارم کتک خوردم، من شاید کتک کاری کنن اینو. گفتم نه بابا این حرفا چیه، اینجا اسلایس ما برو بیا داریم، حساب کتاب میکنم ملت از دست ما اینا. ما اینجوری که گفتیم بهش، گفت آخه نه. گفتم کی میخواد شما رو بزنه، شما به کسی کاری نکردی. گفت نه بابا من هر شهرهای بزرگ روتردام، آمستردام، لاهه، خارجی ها هی میگیرن منو میزنن تو خیابون. گفتم ما هم یکی از اون خارجی ها، شما اومدی چاییتون هم دادی، نمیدونم شامتون هم میبریم، دیگه چی میخواد؟ گفتش که آره خیلی عجیبه. بعدش ایشون حرف منو گوش کردن و اسلایس قدم زدیم و صفا کردیم و اینا. گفتم خب چطور بود، پسندیدی؟ گفت خیلی بهترین مصاحبه ای بود که تو عمرم داشتم، اونم با یه خارجی. گفتم چرا، ما چیزی نکردیم؟ گفت بابا ما بدون بادیگارد تو خیابون قدم زدیم، نه کتک خوردیم نه چیز. هلندیا خیلی آدمای ملایم، آدم دوست، انسان، آدمای خیلی خوبی هستن و دست و دل بازن، ولی بعضی وقتا هم تا حدی، یعنی تا میبینن که مثلا رشد ما خارجی ها در کشورشون از حد رشد خودشون جلو زده، بعضی وقتا حسادتی میکنن که البته اونم عادی هستش،
یعنی آدم های خیلی دست دلباز یعنی اینا تا یک مقطعی، ولی خب ما هم که از اونجا ما تو سرمون انداختیم پایین، کارمون به کار خودمونه، با کسی کاری نداریم و چه حسادت کنن چه حسادت نکنن ما تو کار خودمونیم، یعنی زیاد با از ما به جز خیر چیزی دیگه ای نخواهند دید، یعنی آزارمون بهشون نمیرسه. ما از اول که از صفر شروع کردیم، یعنی ثروت پدری هم که نداشتیم و نرسیده و هیچ لزومی هم نداره، چون ثروت پدری اگه آدم باهوش باشه، همت بذاره، سعی تلاشش رو بکنه، از صفر هم شروع بکنه و هر مقطعی که خودش دوست داره میتونه برسه. من میگم صفر، از صفر شروع کنی موفق تر میشی تا یه سرمایه‌ای بهت بدن از ارثیه یا از هر نوع سرمایه‌ای، اونو زودتر میتونی ببازی تا اینکه از صفر شروع کنی و هر به قول معروف هر قرونی که در آوردی با رنج و سعی و تلاش در آورده باشی قدرشو بیشتر میدونی. در نتیجه من ثروت پدری رو زیاد ترجیح نمیدم، البته که اصلا در خانواده ما همچین چیزی نبود، ما خودمون از صفر شروع کردیم. یکی از کارهایی که ما میکنیم هستش، یک شرکت اینترنتی داریم که یکی از شرکت‌های بزرگ در هلند، www.trendycomputers.nl. این شرکت در این لحظه ارزان‌ترین شرکتی هستش که در هلنده. اینا رو ما باید قیمت ها رو هر دو ساعت باید چک کنیم که ببینیم قیمت ها up to date، و این قیمت ها باید ارزونترین قیمت باشه میخوای فروش بیشتر و بهتری داشته باشی. در نتیجه باید به یه چند تا وبسایت های جنرالی هست که به اونا باید نگاه کنی، ببینی کسایی ارزونتر از شما هستن، قیمت رو بیاری پایین. کسایی که مثلا نفر دومی فرزن قیمتش 30 یورو بالای ماست، جا داره تا 28 تا بریم بالا، اونجا اون سود رو از دست ندیم. همونجور که عرض کردم تو خونه آذری صحبت میکنیم، اصلیتمون حس میشه. البته مادرم غذای دستپخت خیلی عالی داره، غذای خیلی با کیفیتی واسه ما درست میکنه که ما میخوریم و صفاشو میبریم به قول معروف، و سعی میکنیم حداقل سالی یک بار ایران هم بریم که کنتاکت با ایران رو از دست ندیم به قول معروف. و ایران هم که هر وقت میریم زیاد 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 خیلی خوش میگذره به ما، یعنی خیلی حال میکنیم، خوش میگذره، چه شمال باشه، چه اصفهان باشه، چه تبریز باشه، هر نقطه ایران دیدنی هستش، هر نقطه ایران دیدنی هستش. امیدوارم که ایرانیایی که هستن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، ما رو سربلند کنن، یعنی مایه افتخار ما باشن، با سعی و تلاش خودشون در کشور غریب به مقطعهایی برسن که باعث افتخار هر ایرانی باشه در کل دنیا.